خیلی متشکریم که همچنان بیننده ویژه برنامه کارآفرینان هستیم با یکی از شخصیت‌های کارآفرین درجه یک، پر انرژی، کار درست در شهر ونکوور هستیم. کسی که مؤسس و مدیر عامل مجموعه فرش دلیری در ونکوور هستش، حسین دلیری. سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، ممنونم که این وقت رو به من دادیم. من در خدمت باعث افتخار ماست. آقای دلیری، ازتون میخوام بپرسم که چی شد؟ در واقع میدونم که پیشینه خانوادگی شما هست این فرش در حوزه فرشینه، ولی چه مزیت رقابتی فرش دلیری داره و چی شاخصش کرده که اینقدر خوب تونسته در واقع رشد کنه و خودشو در مارکت پوزیشن کنه برای کارآفرینا؟ اگه بخوام بگم. لطف دارید، ممنون از لطف. عرضم خدمت شما، همینطوری که فرمودید ما خب این کار نسلا در نسل ماست، یعنی من سومین نسلم الانم که خب پسرم اومده و داره ولیعهدتون داره ادامه میده وسیرو دیگه، الان در ترم درسش تمام شده اومده کمک کنه، اینم دست چهارم داره. دیدیم که عرضم خدمت شما که باعث شده که ما حالا اول لطف خدا و بعد به هر حال دوستان و مشتریان که بودن اومدن به ما لطف داشتن، ما این بیزنسمون ادامه دار شده تو این شهر تقریبا حدود 20 ساله. به نظر من یکی کاستومر سرویسمون بوده و یکی هم نوع جنسایی که آوردیم و تولیدهایی که داشتیم و چیزایی که خدمت مشتریمون دادیم، چه از نظر سرویس چه از نظر فروش. پس یعنی طرح‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای که داشتیم و خدمات مشتریان مناسبی که ارائه کردید، این دوتا فاکتور اصلی بوده که موفقتون کرده و بله ما تقریبا ما وقتی که از ایران، یعنی فرش راجب فرش ایرانی سوال می‌کنیم، یه نقشه تقریبا سنتی و کلاسیک تردیشنالیه که خب صدها سال بوده و ادامه دار بوده، ولی خب به خاطر نوع خونه های جدیدی که ساخته میشه، به خاطر دیزاین های جدیدی که اومده، یه مقدار فرش ما تو این چند سال اخیر از بازار جهانی عقب بود. درست. و خب به استعدادی که بچه های ایران داشتن و به عرضم خدمت شما با کارهایی که کردن، ما هم خب یه عضو کوچکی از این جامعه فرش بودیم و ما هم بالاخره یه آیدیایی داشتیم، اومدیم تقریبا سبکمون رو تلفیقی بردیم از کلاسیک و فرشای مده و یواش یواش همون فرشا رو آوردیم اینجا و پروموت کردیم و یواش یواش خب جا افتاد و ادامه دار شد. و یه تطبیق از در واقع کارهای نوین و جدیدی که بله بله میبینم که این روزا فرش دلیری در سال 2022 یه سری همکاری های تجاری شروع کرده با مجموعه مختلف، از اینم برامون بگین که چه کارهای جدیدی شروع کردید و باید منتظر چی باشیم در آینده؟ این از عرضم خدمت شما که کارهای ما خوب هر سال سعی میکنیم که بالاخره هر روز یه ایده جدید داشته باشیم برای این کار، چون واقعا الان فرش یه چیزی مثل قدیم نیستش، الان عوض شده، الان یعنی تمام رنگ و دیزاین جدید و یعنی اگه بیای یه مدل بخوای ادامه بدی تقریبا بازار رو دست میدی. تو ما تقریبا سعی کنیم هر روز یه ایده داشتیم، یکی از ایده‌هایی که داشتیم اتفاقا که به عرصه ظهور هم رسید این ایده بود که داشتیم که با دوست عزیزم نیما بهنود، صاحب برند نیمانی، در میون گذاشتیم یه تقریبا 4 سال پیش که بیاییم دیزاینر رو فرش کنیم و دوستاجنام خیلی استقبال کرد و با ایده های خوبی که داشت اومدیم این کار رو شروع کردیم که الحمدلله اون کار ما الان خیلی پر رونق شده و الان ما خیلی از سر تا سر دنیا خیلی مشتری زیادی داریم برای این کار، تقاضا خیلی زیاده و همچنین برای ایران از ما خیلی ها میخوان که به زودی ایشالله ما داریم شعبه ایرانمون هم راه اندازی میکنیم. ما الان به فروش آنلاینمون که اگه برید برای این دیزاین ها خب برای همه جای دنیا هست، ولی آدرسش هم میگین لطفا؟ بله، اگه بخواید که فروش آنلاین این دیزاین های نیما رو ببینیم که میتونیم رو برند خود نیمانی بریم و رو قسمت راگ اگه تشریف ببرید میتونید برید تو و فرش ها با قیمت ها هست رو ببینید و شعبه خودمون هم که اینجا میتونید تشریف بیارید ببینید، ما یه مغازه تو نورت ونکوور داریم 1478 که بوده 20 سالی هستش که ما توی نورت. یه شعبه جدید هم مثل که جدیدن. بله بله، یه دونه هم جدیدن باز کردیم، بوده 2 ماهه که حالا گرند اوپنینگش انشالله خدمت شما هم عرض می‌کنیم، برای که الان تقریبا راه افتاده ولی گرند اوپنینگ گذاشتیم که یه مقدار این تابستون بگذره و برگردن دوستان و برای سپتامبر از سفرها برگردن. بله دیگه یواشوش که برگردن و بیام دقیق حتما. اونم تو پندره تو ونکوور. خیلی عالی، حتما به شما پوشش رسانه‌ای خواهیم داد و دعوت کنیم از عزیزان که حتما حضور داشته باشن و تو این روزا برای در واقع این رویداد و همچنین بیننده هایی که دارن برنامه رو میبینن، آیا پروموشن یا برنامه خاصی رو
هرچه دلیلی در نظر گرفته؟ عرضم خدمت شما، یکی از مجموعه کارهایی که میکنیم، یک قسمتش میشه سرویس ما که قسمت شستن و رفو و رنگ برداری و اینجور چیزاست که ما داریم. خدماتی که ما داریم، حالا حتما اونم از ما بخرن که بعدش بهش میدن، ولی کسایی که خب خودشون فحش دارن که الان خب از نظر کلا شستن فحش بهترین تایم تابستونه که تو هوای آزاد خوش میشه، تو هوای باز خوش میشه. عرضم خدمت شما، خب آفتاب خیلی کمک میکنه به اینکه رنگ فرش شفاف‌تر بشه وقتی بله خیلی کمک میکنه. ما الان برای هم فروشمون تخفیف داریم، عرضم خدمت شما، که هم برای سرویسمون تا آخر تابستون ما تخفیف داریم. تا سقف چند درصد الان؟ ما عرضم خدمت شما بستگی داره، چون ما معمولا چون با دیزاینرها کار میکنیم، ما یه تخفیف برای دیزاینرها داریم که خب شامل مثلا به خاطر نوع کاری که باشون می‌خوایم درسته. ولی الان وقت خریده، چون تخفیف‌ها الان یه ذره بله دیگه دوره، چون میریم به سمت الان ما چون یه پروموشن داریم که برای تخفیف برای خرید داره. بعد عرضم خدمت شما که سرویس اونم که الان پس از جشنواره تخفیف‌های تابستونی فرش دلیری استفاده بکنید و انشالله که بتونید در واقع طرح‌های اصیل ایرانی که اونم تلفیق شده با یه کارهای نوین و جذاب و خلاقانه استفاده بکنید. از حسین دلیری عزیز میخوام بپرسیم، اگر شما بخوای خودت رو تو سه تا کلمه توصیف کنی چی هستش؟ یه دفعه سوال خیلی سختی بود. سه تا کلمه. اطرافیان شما بیشتر شما رو با چی شاخصایی میشناسن؟ من فکر کنم سه تا کلمه، حالا نه بخوام از خودم تعریف رو بذارم که چیزی نگم چون اصلا درست نیستش، ولی فکر کنم مهمترین عاملی که من خودم فکر میکنم که باعث حالا اگه واقعا موفق شده باشیم، حالا نظر من هستی. اگه نظر به هر حال دوستان باشه، نظر مشتریان باشه، موفق شیم، من فکر میکنم بیشترین چیزی که باعث شده من فکر این که علاقه که به کارم داشتم، ولی چون فهمیدی سه تا کلمه بگم من اول بیدن. میگم که بعد میرم حالا اون رو تو دیدم، من فقط میگم پشتکار، یعنی واقعا علاقه داشته به نظر من هر کسی بخواد تو هر کاری بره، اگه اول اینکه کارشو دوست داشته باشه، بعد راجمون کار یعنی نالجشو داشته باشه و اگر پاش وایسه، من مطمئنم به هر حال دیر یا زود به نتیجه ثمره میرسه و به هر حال موفق یه جوری میشه. پا پس نکشیم ما توی شاید به کرات توی این برنامه کارآفرینا اشاره کردن پشتکار و اینکه پا پس نکشیم و اون اشتیاق و شور و هیجانی که نواقع داریم برای کار، اون پشنی که داریم و دوست داریم، دنبال علاقمون بریم و پشتکارش بریم. این نکته خیلی نکته مهمی بود. اگر بخواد حسین دلیری به عنوان یک کارآفرین توصیه‌ای برای کارآفرینای دیگه و کسایی که استارتاپ رو دارن شروع میکنن، یک کسب و کاری دارن شروع میکنن، بخواد یه توصیه و یک جمله کلیدی بهشون داشته باشه و بگی آقا این میتونه موفقیت شما رو تضمین کنه، بهش یک توصیه کنی چی هست؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، البته من میتونم از نظر خودم بگم، چون من نالجی که دارم راجع به بیزینس و راجع به نالجی نیستش که آکادمیک باشه و شما رفته باشید دانشگاه. من از دلیلش نگاه خودم نسبت به بالاخره شغلایی که مثل کارهایی که به کار ما مربوط میشه، فروش یا تولید، من فکر میکنم اگر پروداکت مناسبی رو انتخاب کنن، قیمتشون مناسب باشه و پای این اشتیاق علاقه دارم وایسم و دل سرد نشن. این دل سرد نشن خیلی مهمه، چون من تو این سالایی که اینجا بودم، شاید هر کسی شاید اگه جای من بود شاید یک بار از صدها بار از این بیزینس میرفت بیرون، ولی خب من شاید بهتونم خیلی هم شاید اوائلش سخت بود از نظر کار کردن، از نظر زمانی که میذاشتیم، از نظر به هر حال بازگشت سرمایه خیلی اصلا یعنی اصلا واقعا الان که نگاه میکنم میگم من خودم بعد وقتی میگم چرا وایسادم، ولی من به هر حال علاقه داشتم این کارم از بچگی، بالاخره پدرم تو این کار بوده، منم از 5 سالگی تو این کارم. من فکر میکنم اگر قیمت خوب باشه، جنستون خوب باشه، فرقی کنید با بقیه، مطمئنا موفق میشید. بله قطعا موفق. خیلی متشکرم از شما، ممنونم از شما، متشکرم از برنامه خوبتون، خیلی که همیشه موفق باشید. خیلی بزرگواری، خیلی متشکرم. ممنون از شما، ممنون از شما بینندگان عزیز که همچنان ویژه برنامه کارآفرینان رو نگاه میکنید. متشکرم تا برنامه دیگر. بدرود.